سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم وصل شدن افغانستان به بندر چابهار بسیاری از چالش های داد و ستد بازرگانی را حل ساخته است. پیش از این افغانستان وابسته به بندر پاکستان بود و هر از گاه این کشور در برابر اموال تجارت افغانستان موانی ایجاد می کرد. به تازگی یکی از انبار بزرگ گندم از طریق بندر چابهار به افغانستان انتقال یافت. و اینجا برای بحث بیشتر خانم فوزی احسانی موین وزارت ترانسپورت با ما هستند. خانم احسانی سلام بر شما و هم خوش آمده. سلام وقت شما بخیر و سلام عرض بکنم خدمت بیننده محترم برنامه شما علیکم سلام خیلی خوش آمدین خانم ایسانی افغانستان با وصل شدن به بندر چابهار دقیقاً به چه مزایایی توانست که دست بیابه؟ مهمترین دستاوردی که ما میتونیم بگیم بعد از امضا کردن موافقتنامه چابهار به دستاوردی است که ما یک راه بدیل ترانزیتی را به خود پیدا کردیم سابقی بود که ما برای وصل شدن به جنوب آسیا تنها مکلف بودیم که از مسیر پاکستان استفاده کنیم اما در حال حاضر با امضای موافقتنامه چابهار ما یک راه بدیل ترانزیتی دیگری را داریم که تا حد بسیار زیادی میتونه کوتاهتر و همچنین مقرون به صرفه باشه نسبت به سایر راههایی که به جنوب آسیا متصل میشد و این اقتصادی بودن میتونه یک دستاورد بسیار بسیار کلان برای دولت ما باشه که بعد انشالله در آینده بهتر با گسترش مسیر ترانزیتی با و جوین شدن بعضی از کشورهای دیگه آسیای میانه به موافقت چابهار میتونه که عنوان یک دستاورد خوب بر ما حساب شود. خب بعد از اینکه بندر چابهار گشایش یافت دقیقا چقدر افغانستان توانست که از این بندر استفاده بکنه در حال حاضر این موضوع باید مشخص شود که موافقت چابهاری که امضا شده اولی در سطح کلیات هست و کلیات یک موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت را ماده نامه آوردیم در کنار از این باید سه پروتکل ترانزیت کنسولی و گمرک تهیه شود که بعدا این هم امضا شود که در این جزئیات مسیرهای ترانزیتی چگونگی گمرکات و تشریفات گمرکی قرار است انجام شود و همچنین موضوعات کنسولی مثل ویزا و رودپاسی که باید دریبرا یا شرکت های ترانسپورتی هر سه کشور اخذ کنند به خاطر دستیابی و دسترسی به کشورهای دیگر اینا موضوعات دیگه است ایران باید نگفتن همون که تازه چیزی حدود یک ماه هست که مفقدنامه چابهار به شکل قانون از جانب دولت ایران پاس شده یعنی قبلا افغانستان و هندوستانی را پاس کرده و تازه این شکل قانونی به خود گرفته در کنار از این بندر چابهار در حال حاضر ظرفیت پهلوگیری کشتی تا سقف 90 هزار تن را دارد و ایران و هندوستان در حال تلاش ازی هستند که بتانن امی ظرفیت پهلوگیری کشتی را در بندر افزایش بدن سرمایه گذاری ها در جریان داره و در حال حاضر تا او حدی که شاید مد نظر خیلی ها باشه هنوز استفاده آنچنانی از بندر چابهار صورت نگرفته بنابراین بعد از که سه پروتکل ترانزیتی باید امضا شود و سه پروتکل الحاقیه مفقدنامه چابهار باید امضا شود از اون مهمتر ای که ظرفیت پهلوگیری <applause> کشتی ها باید افزایش پیدا کنه اینا همه به همدیگر ربط دارد تا اینکه ما بتوانیم از این مسیر بروند. خانم شما از جمله کسانی هستین که در خلاصه روی این توافق نامه کار میکنید. دقیقا چه موارد دیگر باید اضافه شود و چه چالش در خلاصه وجود دارد؟ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مشخصا وزارت ترانسپورت برای اجرای شدن موافقتنامه نامه چابهار واقعا متحد است. پلان تطبیقی را آماده کرد به نام پلان تطبیقی چابهار دستاورده بسیار خوبی یعنی پیشرفت های بسیار بسیار خوبی در این پلان انجام شد این دکابینه پاس شد و در حال حاضر قرار است که در پلان تطبیقی چابهار ما بعضی از سهولت ها را به خاطر عرضه خدمات بهتر به شرکت های ترانسپورتی مشخصا در مرز نیمروز یا همو زرنج ما در نظر داشتیم در این پلان و بعد قرار شد که به جای از اینکه هر اداره مشخصا جداگانه بر خود یک تاسیسات بسازد در سرحد داد ما یک پروژه را در نظر گرفتیم به نام ایجاد بندر خشکه زرنج که تمام تاسیسات تحت یک پروژه واحد به نام بندر خشکه در اونجا ایجاد میشه اما من هم مشکلات و چالش ها رو بگم مشکلات بسیار بسیار زیادی وجود داره اما بعضی از مشکلاتی که در بخش حمل و نقل وجود داره خب اینا مشکلات کمی نیست مثل هزینه های دریافتی که میشه هرچند که جانب جمهوری اسلامی ایران به ما مکتوبی گفته بود وسایتی که از بندر چابهار حمل نقل داشته باشن تردد داشته باشن یک سری تخفیفاتی را به اونا میدن یعنی نسبت به دیگه بندرها هزینه هایی را که ایران میگیره تا یک حدی تخفیف میدن کشور ایران گفته بودن که برای بازرگانان افغان در اونجا سهولت هایی را میتونن می که مهیا بسازن آیا اونا این سهولت ها را ایجاد کردن برای بازرگانان افغان <coughs> یا خیر در حال حاضر چگونه است ما باید یک چیزی را مشخص کنیم و ای که موافقتنامه چابهار در واقع دسترسی و استفاده بندر چابهار بر افغان ها هست اما یک قسمت دیگه هم هست به نام منطقه ویژه چابهار که در واقع اون منطقه ویژه چابهار منطقه هست که به اساس از او باز یک موافقت و در سال 1392 بین وزارت محترم تجارت و منطقه ویژه اقتصادی چابهار امضا شده بود که اینا کاملا با هم متفاوت است که بخش سرمایه گذاری و تجارت را در اون موافقت میگیریم اما موافقت چابهار بیشتر در خصوص استفاده از بندر چابهار هست که چطور میتونیم از او استفاده کنیم اما قرار است هفته پیش رو در تاریخ 5 و ششمین نشست کمیته حمل و نقل بین ایران و افغانستان در بندر چابهار برگزار شد در واقع با درخواست جانب ایران قرار است که در چابهار برگزار شد تا از بعضی از تاسیساتی که در حال حاضر در بندر چابهار هم هست وزارت ترانسپورت و کمیته حمل و نقل که متشکل از, از ادارات زیربط هست هم یک بازدید داشته باشند و یک پیش زمینه یا یک آیدیا بگیرن برای اقدامات بعدی که قرار است وزارت ها و ادارات افغانستان انجام بده. خیلی خوب کدام موارد در اینجا یادواری خواهد شد؟ یک سه، اولین چیزی که همیشه بر خود ما به شخص تی چندین سال می که در مورد از او صحبت کنیم و این مشکلات را کاشمیم در مورد کاهش و یا یکسانسازی هزینه های حمل و نقل است که بعضی از هزینه هایی را هست که جانب جمهوری اسلامی ایران میگیره اما ما نمیگیریم و این باعث بالا رفتن هزینه های حمل و نقل بر شرکت های ترانسپورتی ما شده دیگه در مورد موضوعات کنسولی هست که مدت اقامت شرکت های ترانسپورتی یا وسایت نقلی افغانی را در دا داخل خاک ایران فقط چهار روز برشان اجازه میدن که چهار روز بسیار مدت کوتاهی است برای زی که ما بتونه بار را تخلیه کنه و بار دیگه ای را پیدا کنه و بخواهی پس به افغانستان برگرده این مدت مدت بسیار کوتاه است که در صورت عدم خروج شرکت ما یا واسطه ما در مدت زمان مشخص شده اونا با یک جریمه های بسیار بسیار سنگین مواجه میشن خانم ایسانی در این توافقنامه چرا بیشتر نفع نه بیشتر نفع ایران میبره و شما میگین چهار روز اونا بر بازرگان افغان وقت میدن چهار روز بسیار وقت کم است شما بر حل این چالش ها طرحی دارین شما چقدر از این چالش ها را با اونا شریک ساختین و پاس خونه چه بوده ما نشست مرزی داریم بارها و بارها در این موارد صحبت شده تعهداتی هم داده شده وعده هم داده شده اما قرار است که دمی جلسه کمیته حمل و نقل بار دیگر بعضی از نگرانی های ما که در بخش حمل و نقل کاهش از های حمل و نقل یا همچین چیزی هست در این مورد مذاکراتی صورت بگیره و در صورت ازی که به نتایجی نرسه در جلسه که دسته عالی تر به نام کمیته اقتصادی در بعد از به کمیته حمل و نقل برگزار میشه قرار است که در مورد از اینا تصمیمات جدی و نهایی گرفته شود و نهایت کوشش خود ما میکنیم که بتانیم اما این ای را شما نمیتونین بگین که چرا از موافقت نامه فقط ایران یک طرفه نفع میبره این نف کاملا دو جانبه هست و حداقل ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که موافقت نامه یک جانبه به نفع کسی درفت شود و یا حتی اجرایی شود مدعی دولت افغانستان و وزارت ترانسپورت کاملا متحد است که باید از یک موافقت نامی که امضا میشه هر دو کشور به یک اندازه به یک شکل سهم بگیرند خانم ایسان شما قرار است که به این جلسه برین و دقیقا موردی که شما دارین که به اون جلسه پیش بکنین چقدر جدی عمل خواهد شد رو این مورد صد فیصد با جدیت کاملی پیش میره به خاطر ازی که ای جلسه سطح موینان وزارتخانه دو کشور است و بعد تخن... بله و کمیته تکنیکی هر دو کشور دی اشتراک میکنن مذاکرات در سطح پالیسی بین دو ها انجام میشه و در سطح تکنیکی تر و تخصصی تر بین کمیته های تکنیکی دو طرف انجام میشه و باز هم خدمتتون عرض میکنم که موضوعاتی را که احیانا به نتیجه نرسه در این سطح کمیته حمل و باز در سطح کمیته اقتصادی مطرح میشه و ما با جدیت هر چه تمام کوشش میکنیم که ای مشکلات را حل بسازیم خیلی خوب در چابهار یک فرصت خیلی خوب است برای بازارگان افغان دقیقا چقدر میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم ما بیشتر منتظر هستیم که در حال حاضر می جلسه شورای هماهنگی که در متن موافقتنامه چابهار هم گنجانیده شده که بعد از اینکه از پارلمان هر سه کشور پاس شد بعد از سطح موینای هر سه کشور اولین جلسه شورای هماهنگی بین یک تا سه ماه برگزار شد بعد از او که م... کمیته های پیگیری را به همدیگه معرفی کردند و پروتکل های الحاقی ازی به امضا رسید جای امیدواری بسیار بسیار زیاد است چون جانب جمهوری اسلامی ایران هم نهایت تاکید و تلاش خود دارد که سرمایه‌گذاری بسیار بسیار زیادی را بندر چابهار انجام بده و ظرفیت پهلوگیری کشتی ها را در اونجا افزایش بده از طرف دیگه تجار هم در بخش سرمایه گذاری هم در منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه ویژه چابهار هم فعالیت های خود دارن کارهای خود انجام شرکت های بسیار بسیار زیادی در اون سرمایه گذاری های خود شروع کردن در بخش حمل و نقل هم خب همون رقم که شما فرمودین اولین محموله گندم ما از طریق بندر چابهار انتقال شد و به همیشه قرار است گندم های بدی هم که جانب هندوستان وعده کردن که به افغانستان اهدا اه میکن تمام از این از بندر چابهار هست و یک استارت خوب است و یک شروع بسیار بسیار خوب است که ما امید داریم به که میتونه بسیاری مشکلات ما را حل بسازه شاید یک کم زمان بگیره شاید یک کم وقت بگیره به خاطر که ظرفیت از او بنده را بخواین افزایش بدن اما در نهایت آینده بسیار بسیار خوبی را ما به این متصور هستیم مخصوصا که دولت تصمیم داره یک سرمایه گذاری کلان داشته باشد در بخش بند احداث بندر خوشگاه در نیم روز اینا همه نشان دهنده عزیز که هم جانب افغانستان بسیار تاکید داره که هم از این موافقتنامه سود ببره و هم سهولت بسیار خوبی را ایجاد کنه برای وسایت ایرانی و حکومت افغانستان چقدر میخواه که سولت ها را اینجا بر بزرگان افغان ایجاد بکنه؟ های تلاش هایشان تا حالا چه بوده؟ چه نتیجه داده؟ قطعا که ما بعد از اینکه موافقت نامه امضا کردیم این موافقت نه تنها بر وزارت ترانسپورت چیزی را که ما متوجه میشیم و میبینیم این هست که تقریبا برای تمام افغانستان اهمیت داره و مهم هست چه در دولتی را شما میبینید؟ چه در بخش خصوصی و قطعا دولت افغانستان نهایت تلاش خودم میکنه که حتی اکثر سهولت ها را برشان ایجاد کنه در مذاکراتی که انجام میشه ما باز هم اینجا تاکید میکنم که مذاکرات بسیار بسیار خوبی در جریان هست در سطح در کمیته اقتصادی قرار است توافقات بسیار خوبی صورت بگیرد در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری توازن تجارت موضوعی بوده که ما را بسیار سرش تاکید داشتیم که باید تجارت متوازن داشته باشیم و همچنین حل مشکلات دسترسی افغانستان به اکثر بنادر به بنا... تمام بنادر خشک و آبی ایران اینا همه نشان دهنده عزم مصمم دولت افغانستان برای ایجاد سهولت بر بخش تجار و بخش خصوصی هست با استفاده از بندر چابهار چقدر از مشکلات ترانزیتی بازرگان افغان میتونه حل بشه خب در حال چقدر هست... این مسیر بر بازرگان افغان راه کوتاه و کم هزینه باشه به با کشورهای دیگر این ای موضوع رو باید حتما اینجا اشاره شود که زمانی که یک موافقت نامه میخواه به امضا برسه این نیست که ما فقط با چشم بسته وارد یک دریا شویم بدون از که هیچ چیز را مز... پیش از پیش محاسبه کرده باشیم خب قطعا پیش از پیش ما همه اینا را بررسی کردیم که اگر از مسیر کراچی هزینه ها چطور بود مدت مهم. زمان چطور بود چه سهولت هایی بود چه چالش هایی بود و بعد از اون ما وارد از این میشیم که یک موفق نامه را درفت کنیم و نظر ادارات دیگر در این قطعا محاسبات انجام شده و بررسی های لازم انجام شده که در چه مدت زمان چقدر مغرون به هست چقدر زمان کوتاه در بر میگیره و چقدر سهولت های بیشتر وجود داره برای اینکه برسه یک محموله از جنوب آسیا برسه به افغانستان تمام از اینا موضوعاتی هست که پیش از پیش سنجش شده و مطمئنا راه بسیار بسیار بهتر است ما قبلا اینجا را باید ذکر که یک موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو سارک در بخش حمل و نقل قرار بود امضا شود <applause> که دو سال قبل این تقریبا نهایی شده بود ولی متاسفانه تا حال امو هم نهایی نشده. اما در حال حاضر حتی با توجه به موضوعاتی هم که دمو زمان وجود داشت و این امضا نشده و آماده است برای امضا اما حالا دلایل خاص خود را داره برای اینکه امضا نشه موافقتنامه چابهار میتونه یک راه بسیار عالی برای رسیدن به جنوب آسیا باشه در زمانی که ما نمیتونیم اون موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو سار که امضا کنیم این موافقتنامه بهترین موافقتنامه است برای دستیابی وسایت افغانی به جنوب آسیا باز هم شما چگونه ارزیابی کردین که این راه چقدر میتونه راه کوتاه باشه و چقدر اموال ما میتونه با بازارهای بیرون برای از پیدا کنه ما ولی نمیخوایم که یک عدد و ارقام دقیق را خدمت شما بگویم اما چیزی را که قبلا ما بررسی کرده بودیم ما فقط دقیق امیره مشخصا الی یادم نیست اما میفهمم که مسیر بسیار کوتاهتر بود هم از لحاظ زمانی و هم مقرون به صرفه بود و در مورد از اینکه چقدر میتونه وضعیت اقتصادی را رشد بده قطعا موافقتنامه هست که میتونیم براحتی بسیار ای در حال حاضر درست است که سه جانبه است اما این موافقتنامه باز است برای جوین شدن دیگر کشورها مخصوصا کشورهای آسیای میانه که بعضی از علاقمندی ها در حال حاضر وجود دارد برای اینکه جوین شوند این موافقتنامه و افغانستان واقعا میتونه یک مسیر ترانزیتی بسیار عالی شود برای زیکه از جنوب آسیا بیان برن به آسیای میانه و از آسیای میانه برای جنوب آسیا میتونه از افغانستان استفاده کنند. که این میتونه یک آینده بسیار عالی را در بخش امو هدف رئیس به جمهور که گفتن ما افغانستان را به چارای ترانزیتی آسیا مبدل میکنیم در حال حاضر با این موافقتنامه و موافقتنامه های دیگه مثل راه لاجورد که امضا شد واقعا افغانستان تبدیل میشه به یک مسیر ترانزیتی آسیایی خیلی عالی تا حالا کشورهای دیگر هم نقمندی نشان دادن که روی این بندر سرمایه‌گذاری بکنن در مورد سرمایه گذاری در حال حاضر ما فقط هندوستان و چین و ایران را به طور غیر رسمی در مورد از شنیدیم و معلوماتی داشتیم که قرار بود که دی بندر سرمایه گذاری کنند بر حال چالش ها بازم روی این بندر شما چه طرحهایی دارین که جدی رویش کار میشه وزارت ترانسپورت یا مشخصا دولت افغانستان نهایت تلاش خود را به ای داره که مسیرهای ترانزیتی که قرار است وسایتی که از بندر چابهار میاین از اون مسیر استفاده کنند و برند به آسیا میانه تلاش دارند که تسهیلاتی را برای از این وسایت فراهم کنند چه سرعت در پروسه تشریفات گمرکی یا وارد شدن به کشور و همچنین مساجد و بعضی از سهولت‌های های دیگه ای که باید برای وسایت ایجاد شود در دا داخل خود خاک افغانستان دولت افغانستان برنامه های مشخصی را داره که بتوان تسهیلات ایجاد کنند برای این وسایت خیلی خوب خانم احسانی در پایان برنامه هستیم و حرف‌های اخیر هم اگر شما داشته باشین که ما بگیریم خوش میکنم من فقط میخواستم میره بگویم که ای بندر شاید در حال حاضر به همین لحظه و قدر توانایی پیش بینی هایی که مردم داره برای از اینکه او یک بندر کاملا فعال باشه مثل بندر عباس یا بندر کراچی در حال حاضر نیست اما در آینده بسیار نزدیک و در کوتاه مدت این بندر میتونه ظرفیت پهلوگیری خود را طبق تعهداتی که دارن افزایش بدن و این باعث رونق ترانزیت از مسیر افغانستان و همچنین رونق بندر چابهار در آینده بسیار نزدیک خواهد شد خانم ایسانی بیاین بیشتر توضیحات بتین در مورد بندر خشکه زرنج در پلان تطبیقی چابه که ما قبلا آماده ساخته بودیم که نظر تمام ادارات را گرفته بودیم اداراتی که باید اونجا بعضی از تاسیسات را در سرحدات داشته باشند مثل وزارت زراعت که باید سردخانه داشته باشه وزارت سهت بخش مهاجرین ما قبلا صحبت های داشتیم و نظرات از اونا را خواسته بودیم که در پلان تطبیقی چابهار اضافه کرده بودیم اونا را. در ای بین وزارت محترم خارجه یک نظر بسیار نیک داشتن و در مورد اینکه که جای از که هر اداره یک تاسیسات را ببرد در سرحدات بسازه ما بیایم تحت یک پروژه واحد به نام بندر خشکه که جز به اولویت های کنفرانس ریکا هم هست میتونیم که تحت یک پروژه واحد تمام از این تاسیسات را بسازیم که بعد از مشوره هایی که انجام دادیم دیدیم درست است به جای از اینکه هر اداره بره تاسیسات خود را بسازد در یک جای خالی که ما برشان در نظر میگیریم همین تحت یک پروژه واحد باید صورت بگیره کمیته تکنیکی از وزارت های زیرب رفتن هم بندر زرنج را دیدن و هم آقینه را هر دوی از اینا را دیدن آماده شده و بعد از او قرار است که یک کانسپت نوت از آماده شود از طرف گمرکات که بعد از این تصمیم گرفته شود که تمام از این تاسیسات با کدام بودجه و با کدام سرمایه و با چه شکل ساخته شود بندر زرنج اگرچه که این دو بندر خشک که افغانستان در تعهدات خود داشت یکی آقینه بود و یکی زرنج اما در حال حاضر اولویت ما دمو زرنج است که بعد از اینکه موافقت نامه چابهار هم امضا شده کوشش مهمی است که بر ایجاد تسهیلات و بهبود وضعیت این پروسه حمل و نقل در داخل سرحد داد. تمام از اینا بیاید از یک پروژه و در یک جای ساخته شد چه زمان از این بندر استفاده خواهد شد آیا زمان است چقدر وقت دیگر نیاز است قطعا زمان است چون ما فعلا در مراحل ابتدایی از ای هستیم و هنوز کانسپت نوت از آماده نشده گرچه که تیم تکنیکی از ادارات زیر از هر دو بندر آقینه و زرنج بازدید کردن نتایج گزارشات خود را بر ما ارائه کردن و دیگه قرار است که امو کانسپت نوت شما آماده شد و بس سرمایه گذار در نظر گرفت از طریق بخش خصوصی است یا دولتی است یا پی 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 چه شکل ای انجام میشه بعد از این تصمیم گرفته میشه که چه شکل باید برگذار چه چالش هایی در این بندر باز هم وجود خواهد داشت و چقدر از ای می میتونیم ما استفاده خوب بکنیم؟ در حال حاضر این نیست که در بندر زرنج هیچ تاسیساتی وجود نداشته باشه یعنی ما بخ... کار کم بیش روش جریان دارد. در حال حاضر او به عنوان یک بندر فعال ما هست یک از بنادر آیدتی مهم کشور هست تاسیسات خاصی در وجود داره اما چیزی را که به خاطر چیزی که در نظر دارن برای بهبود وضعیت از او بندر هست که این پروژه بندر خوشگر را در نظر وگرنه در حال حاضر تمام تاسیسات مثل بندروالی ها نمایندگی وزارت مهاجرین و نمایندگی وزارت صحت و وزارت تمام از اینا وجود دارن نمایندگی وزارت ترانسپورت و عملا مشغول فعالیت هستند اما چیزی رو که در این پروژه در نظر گرفتن بهبود از این سیستم هست به خاطر سرعت پروسه تشریفات گمرکی و یا حمل و نقلی که یک واسطه با در کمترین زمان ممکن بتونه تمام پروسه گمرکیش و کارهایش انجام شود و بتانه از داخل بندر خارج شود در حال حاضر این بندر فعال هست و کار خود انجام میده اما این پروژه باز بر بهبود و ایجاد تسهیلات در بخش حمل و نقل است چه سهولت باید در این بندر ایجاد شود؟ Uh, یکی از چیزایی رکاله که همین لحظه در ذهنم هست در مورد خریداری بعضی از اسکنرها در بخش گمرک بود مهم. که ما قبلا این را جداگانه جدا از این پروژه در نظر گرفته بودیم که بتانه به جای ازی که در تشریح, تشریح گمرکی تمام وسایل تمام شوه و همه اموالی که در دا داخل از واسطه هست چک شوه میتونه از طریق اسکنر تمام اموال چک شود و این سرعت بیشتری را به پروسه تشریفات گمرکی میده یکی از مشخصا موضوعاتی که بود خریداری چند اسکنر بود که اما که این قرار است تحت یک پروژه واحد چه باز مطمئنا اینا میره به زیر اثر پروژه واحد بندر خوشگم و میتونه که به مدت زمان کوتاهتری یعنی هم پروسه تشریفات گمرکی انجام شه یعنی تر عملی خواهد شد 100 چیزی که تر هست اول در مرحله تر هست و حتما ان عملی خواهد شد خب وزارت ترانسپورت برنامه های جدیدی که داره دقیقا چه هست میشه بیشتر کوتاه کوتاه اگر در بخش همکاری های منطقه‌ای بگیم بله. وزارت ترانسپورت بعد از مفقد... امضای موافقت راه لاجورد یک موافقتنامه دو جانبه را همراه ترکمنستان داشت اما کوشش میکنه که با تمام کشورهایی که در موافقتنامه را ج... راه لاجورد هست موافقتنامه های دو جانبه داشته باشه که تمام از این موافقتنامه ها درفت شده و به جانب کشور مقابل روان شده و همچنین با کشورهای آسیای میانه هم به همین شکل موافقتنامه های دو جانبه ای را درفت کرده و ب... که اینا برای مراحل از مجرای دیپلماتیک به کشور مقابل روان شده تا نظر از نام خواسته شده و در یک زمان مناسب اینا امضا شده بعد از اینکه این ای, که ای موافق های دو جانبه امضا شد باز امضا کردن موافقتنامه نامه های ترانزیتی به مراتب آسانتر و عملی تر خواد بود تا زمانی که ما موافقتنامه دو جانبه نداشته باشیم استفاده کردن از مفقدنامه های چند جانبه شاید بتونه یک حدی مشکلات خاص خود را داشته باشه خیلی سپاس خانم فوزیه احسانی از یک شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل هم قیمت طلا در بازار امروز کابل prima ou de avaliar. سپاس از اینکه تا ایندم با ما بودین تا برنامه بعد خدا نگه.